با درود، در پی کشته شدن اسماعیل هنیه به همراه محافظش در تهران با دکتر نوریزاده گفتگویی کرده ایم که توجه شما را به آن جلب میکنیم. روز خاصی است، روز ویژه. من برنامه امروزم دوباره یه برنامه دارم میدم که زنده باشه و حادثه عجیب غریب امروز رو کاور کنه. افشار عزیزم از من خواسته بود که یک تکه خاصی هم بذارم برای برنامه خبر و گفتم به هر حال تحلیلی که من میخوام سریع در این ماجرا بکنم بعد از قاسم سلیمان، ضربه قاسم سلیمان، این سنگین ترین ضربه بر پیکر آنچه که رژیم بهش میگه مقاومت و خود رژیم. ببینید فخری زاده بسیار فاجعه آمیز، اما امثال فخری زاده هست در خود سازمان انرژی اتمی چندین تا مثل فخری زاده داریم. همین دیروز آمریکایی‌ها اسم یه عده‌شون رو اعلام کردن و گفتن که اینا اون دو برادران و لشکریان و بقیه و غیره هستن. ولی اسماعیل هنیه در یک جنریشن یا دو جنریشن یکی پیدا میشه، یا حتی قاسم سلیمانی، حاج مهدی مهندس. اینا رو یادتون باشه ضربه‌ای که اسرائیل به جمهوری اسلامی زد دو وجه هست. یکی ضربه‌ای است که اسماعیل هنیه رو به قتل رسوند، کسی که آقای خامنه‌ای او بر پیشانی خامنه‌ای بوسه می‌زد، دستش رو می‌بوسید، خامنه‌ای باش معانقه می‌کرد، در بغل می‌گرفت، مثل برادرش، مثل دوست نزدیک او رو کشت. وجه دوم در تهران او رو کشت. ببینید اسرائیل چقدر حرمت برای قطر قائل بود، این همه سال هنیه اونجا بود او رو نکشت. یا در ترکیه بود، چون میدونست ترکیه واکنش نشون میده و قطر هم این همه به اسرائیل تسهیلات داده، چرا اسرائیل بیاد این کارو؟ ولی تو جمهوری بیدر و پیکر ولایت فقیه این کارو کرد. انگار نه انگار اینجا یک کشوری است، حاکمیت ملی داره، باید حاکمیت ملی رو رعایت کرد. اصلا این خیرشون آمدن و زدن و هنیه رو در اون مجتمع حمایت شده ای که در زعفرانی بود به قتل رسوند. بنابراین باید بگیم جمهوری ولایت فقیه عملا در چاله افتاده که هیچ کاری هم نمیتونه بود. شما گزینه های آقای خامنه ای رو پیش چشمه، چی کار بخواد بکنه؟ اسرائیل رو بزنه بره انتقام بگیره؟ و دفعه پیشم رفت انتقام کنه، هیچ کاری نتونست بکنه. الان هم کاری نمیتونه بکنه. اگر بخواد یه جوری آبرو خودش حفظ کنه باید زیر سیبیلی در کنه، یه 50-60 تا پهباد و موشک بزنه به سمی چم یه دو ماه پیش، که اینم فایده نداره، ولی حالا میتونه شاید برای خودش یه خود نفت داشته باشه. فرمانده پیشین سپاه آقای رحیم صفوی و همینطور آقای جعفری میگن که اسرائیل هزینه سنگینی برای این خواهد داد. هنوز جای هزینه که داده برای آقای حاج مهدی، حاج قاسم، هنوز میسوزه. هنوز این هزینه هایی که داره اسرائیل مرتب میده مثلا کلافش کرده. این ناتانیاهو دیگه به جای شب شنبه هر هفته طول هفته میره بالا قبر مادرش رو گریه میکنه و آقا ویل کنید. این بازی ها و تصویر رو دارم میبینم، نماینده حوثی ها، نماینده حماس، نماینده جهاد اسلامی، نماینده حزب الله، همه صف در صف نشستن. آقای هنیه هم نشسته در تهران، ام القرا، پایتخت ترور جهان. واقعا انسان متاسف میشه. امیدوارم دقت کنید، برنامه امروزم دیده باشید یا پخش دومش رو نگاه بکنید. یه برنامه ویژه برای به قتل رسیدن اسماعیل هنیه. امید دیدار بعدی.
خبرگزاری های ایران اعلام کردند اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس بامداد چهارشنبه 10 مرداد در محل اقامتش در تهران هدف حمله قرار گرفت و همراه یکی از محافظانش کشته شد. روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد محل اقامت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران مورد اصابت قرار گرفته و در پی این حادثه هنیه و یک نفر از محافظان او کشته شدند. سپاه زمان این رخداد را بامداد روز چهارشنبه و مکان آن را محل اقامت هنیه در تهران ذکر و اعلام کرد که محل اقامت او و محافظش مورد اصابت قرار گرفته است. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد علت و ابعاد حمله به هنیه و کشته شدن او در حال بررسی است و نتایج متعاقباً اعلام خواهد شد. در نخستین واکنش ها العربیه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد هنیه با شلیک مستقیم یک موشک به بدنش کشته شد. سایر منابع هنوز در این مورد اظهار نظری نکردند. حماس در بیانیه‌ای که صابرین نیوز منتشر کرده است نوشت که رهبر سیاسی جنبش حماس در اثر حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. اسماعیل هنیه ملقب به ابوالعبد رئیس دفتر سیاسی حماس که روز چهارشنبه در تهران کشته شد 60 سال سن داشت و از رهبران ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس بود. او سال 2017 رئیس جدید دفتر حماس و جایگزین خالد مشعل شد. او روز سه‌شنبه 9 مرداد برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در تهران حاضر شد و رئیس دولت 14 جمهوری اسلامی را به گرمی به آغوش کشید و سپس به همراه زیاد نخاله به دیدن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رفت. پزشکیان در دیدار با اسماعیل هنیه به او گفته بود که پشتیبانی جمهوری اسلامی از گروه حماس پس از این نیز با قوت و قدرت بیشتر ادامه خواهد داشت. اسماعیل هنیه همچنین در دیدار با علی خامنه‌ای با اشاره به جنگ غزه که اکنون 300 روز از آغاز آن می‌گذرد تاکید کرده بود که این جنگ به مرحله‌ای حساس و تاریخی رسیده و نیروهای حماس باید قهرمانی و پیروزی خود را تثبیت کنند. در رابطه با ادعاهای امنیتی جمهوری اسلامی، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی 3 مرداد سال جاری با اشاره به اینکه شبکه دسترسی و توانمندی‌های موساد در ایران از بین رفته گفته بود متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد نقطه عطف عملکرد وزارت اطلاعات در دولت رئیسی بود. خطیب افسوده بود شبکه دسترسی و توانمندی های شبکه نفوذ موساد که شخصیت های علمی ما را ترور می کرد یا در مراکز حیاتی خرابکاری می کرد از بین رفت. جمهوری اسلامی هنوز از محل اقامت و کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران جزئیاتی منتشر نکرده و صرفاً اعلام کرده در یک آسایشگاه جانبازان در شمال تهران اقامت داشته است. در همین حال شاهدان میگویند حوالی ساعت 2 بامداد از اردوگاه بسیج الزهراء در مجموعه تاریخی سعدآباد که متعلق به سپاه پاسداران است و به ظاهر برای اقامت مهمانان استفاده می شود صدای مهیبی به گوش رسید، به طوری که شیشه های خانه ها در خیابان اطراف محل واقعه لرزید اما خسارتی به بار نیامد. مسئولیت حفاظت فیزیکی از مقامات سیاسی در ایران بر عهده سپاه حفاظت انصارالمهدی است که زیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محسوب می شود. برخی فعالان رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند این سپاه از اردوگاه الزهراء برای اقامت موقت مهمانان ویژه استفاده می‌کند. در واکنش به ترور هنیه در تهران، رهبر جمهوری اسلامی گفت خونخواهی او را وظیفه خود می‌داند و اسرائیل زمینه مجازاتی سخت برای خود را فراهم ساخت. علی خامنه‌ای که دیروز با هنیه دیدار کرده بود، در پیامی مکتوب نوشت در این حادثه تلخ و سخت که در حریم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است، خونخواهی او را وظیفه خود می‌دانیم.
تعبیر مجازات سخت یادآور تعابیر دیگری از رهبر جمهوری اسلامی در رویدادهای از این قبیل است. در تازه ترین مورد، خامنه‌ای فروردین امسال پس از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق گفت در عرف جهانی حمله به کنسولگری و سفارت هر کشور حمله به خاک آن کشور محسوب می شود و رژیم سرتاپا خباثت صهیونیستی باید برای این جنایت تنبیه شود و خواهد شد. در پی این تهدید، جمهوری اسلامی در نیمه شب 25 فروردین صدها پهپاد و موشک کروز و بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد، اما اغلب پرتابه‌های شلیک شده پیش از رسیدن به هدف توسط دفاع هوایی اسرائیل و همچنین با کمک آمریکا و متحدانش در منطقه رهگیری و سرنگون شدند. سپاه پاسداران نیز در دومین اطلاعیه خود پس از ترور هنیه به صراحت اسرائیل را مسئول این اتفاق دانسته و افزوده که بی تردید این جنایت رژیم صهیونیستی با پاسخ سخت و دردناک جبهه مقتدر و عظیم مقاومت به ویژه ایران اسلامی مواجه خواهد بود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی نیز در واکنش به ترور اسماعیل هنیه در تهران در شبکه ایکس نوشت که جمهوری اسلامی از تمامیت ارضی و عزت و حیثیت و افتخار و شرف خود دفاع و اشغالگران تروریست را از اقدام بزدلانه خود پشیمان خواهد کرد. او به حضور هنیه در مراسم تحلیف خود اشاره و اضافه کرد که دیروز دست فاتح او را بالا بردم و امروز باید بر روی شانه هایم او را تشییع کنم. پزشکیان که پیش از این در نامه‌ای به هنیه به حمایت از جبهه مقاومت در دوران ریاست جمهوری خود تاکید کرده بود، اضافه کرده پیوند دو ملت سربلند ایران و فلسطین مستحکم‌تر از قبل خواهد شد و مسیر مقاومت و دفاع از مظلوم پرقدرت‌تر از همیشه دنبال می‌شود. حضور هنیه در مراسم تحلیف پزشکیان و خوشبش گرم آنها با یکدیگر روز سه‌شنبه در فضای مجازی و رسانه‌های ایران بسیار خبرساز شد. در همین حال دادستانی کل جمهوری اسلامی هشدار داد با افرادی که اقدام به انتشار محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین به برهم زدن امنیت روانی جامعه کنند، بر اساس قانون برخورد خواهد شد. این اطلاعیه پس از انتشار گسترده این خبر و افزایش میزان واکنش‌ها به آن در فضای مجازی فارسی زبان صادر می‌شود. دادستانی کل کشور در این اطلاعیه به فعالان رسانه‌ای و مجازی کشور هشدار داد که از پرداختن به موضوعاتی که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند پرهیز کنند. در اطلاعیه یاد شده به جزئیات و مصادیق این اقدام اشاره‌ای نشده است. با این حال بر اساس این اطلاعیه به دستگاه‌های زیرب دستور داده شده ضمن رصد فضای مجازی رسانه‌ها و یا افرادی که اقدام به شایع پراکنی یا برهم زدن امنیت روانی جامعه می‌کنند به دستگاه‌های قضایی معرفی شوند. جمهوری اسلامی بر اساس یک رویه در مواقع بروز بحران یا اتفاقاتی از این دست از شفافسازی خودداری کرده و به جای آن با افرادی که در این زمینه به ابراز نظر می پردازند برخورد می کند. همزمان دولت مسعود پزشکیان با صدور اطلاعیه 3 روز عزای عمومی برای کشته شدن اسماعیل هنیه اعلام کرد. طبق این اطلاعیه روزهای 4 شنبه، 5 شنبه و جمعه برابر با 10 تا 12 مرداد در سراسر ایران عزای عمومی خواهد بود. دولت پزشکیان در این اطلاعیه اقدام اسرائیل را در هدف قرار دادن مهمان رسمی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی طی مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید محکوم کرد. در همین حال لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، پس از ترور اسماعیل هنیه در تهران گفت واشنگتن برای کاهش تنش‌ها در منطقه تلاش خواهد کرد، اما افزود که در صورت حمله به اسرائیل ایالات متحده برای دفاع به این کشور کمک خواهد کرد. او که در فیلیپین به سر می‌برد افزود فکر نمی‌کنم جنگ اجتناب ناپذیر باشد. فکر می‌کنم همیشه فضا و فرصت‌هایی برای دیپلماسی وجود دارد. این ترور کمتر از 24 ساعت پس از ادعای اسرائیل مبنی بر کشتن فؤاد شکر، یک فرمانده ارشد حزب الله در بیروت انجام شد و به نظر می رسد با این اقدام احتمال هر گونه توافق در آتش‌بس قریب الوقوع میان حماس و اسرائیل در جنگی که 10 ماه پیش آغاز شده به شدت کاهش یافته است.
در پی کشته شدن هنیه در تهران، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران بدون اشاره به میزان افزایش قیمت دلار درباره هیجانات بازار ارز و طلا پس از کشته شدن هنیه هشدار داد. این خبرگزاری افزود که دلال‌های ارزی به تکاپو افتادند تا بار دیگر بر تبل نوسانات ارزی بکوبند و از آب گلالود ماهی بگیرند. بر اساس گزارش ها از ایران، در پی کشتن اسماعیل هنیه در تهران، قیمت دلار در بازار آزاد تهران از 60 هزار تومان عبور کرد. در روزهای گذشته قیمت دلار در محدوده 58 هزار تومان بود. در یکی از آخرین واکنش ها به کشته شدن هنیه در تهران، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت که از گزارش ها مبنی بر کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس آگاه است، اما همچنان بر دستیابی به آتش‌بس در غزه متمرکز است. بلینکن این اظهارات را در یک کنفرانس خبری روز چهارشنبه در سنگاپور، جایی که در یک سفر رسمی به سر می برد، بیان کرد. او در این کنفرانس مطبوعاتی گفت هیچ چیزی از اهمیت دستیابی به آتش بس که آشکارا به نفع گروگانها و بازگرداندن آنها به خانه و به نفع فلسطینی هایی که هر روز به شدت رنج می برند کم نمی کند. لوی داستین وزیر دفاع امریکا میگوید که ایالات متحده به اسرائیل کمک میکند تا در جنگ لبنان از خود دفاع کند. سخنان لوی داستین در حالی بیان میشود که ساعتی قبل اسرائیل اعلام کرد که در پاسخ به حملات راکتی حزب الله به جنوب لبنان حمله کرده و یک فرمانده ارشد حزب الله به نام فؤاد شکری را کشته است. خبری که البته حزب الله لبنان آن را تایید نمی کند. لوی داستین وزیر دفاع امریکا می گوید نگران است که این تنش به یک جنگ بزرگ تبدیل شود و به باور من این جنگ پتانسیل تبدیل شدن به یک جنگ کامل را دارد. وزیر دفاع امریکا می گوید ایالات متحده آماده است تا به اسرائیل در صورت گسترده تر شدن جنگ کمک کند. شبکه خبری فاکس نیوز هم در همین ارتباط از قول کاملا هریس می نویسد اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند. فاکس نیوز می نویسد حمله اسرائیل به حزب الله در روز سه‌شنبه خشم متحدان لبنان را برانگیخته است. وزیر امور خارجه این کشور این عملیات را محکوم کرده و خواستار واکنش بین‌المللی شده است. کاملا هریس معاون رئیس جمهور امریکا گفته من می‌خواستم با آنچه در چند ساعت گذشته در مورد خاورمیانه رخ داده بپردازم و کاملا واضح بگویم که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد و من به صراحت از حق اسرائیل برای حفظ امنیت و دفاع از تمام امنیت ارضی خود حمایت میکنم. او گفت آنچه ما به طور خاص میدانیم این است که بله، این کشور حق دارد از خود در برابر سازمانهای تروریستی دفاع کند. فاکس نیوز مینویسد فردی که در حملات هوایی اسرائیل مورد هدف قرار گرفته، یعنی فؤاد شکر، در سال 1983 در حمله به پایگاه تفنگداران دریایی امریکا در بیروت که منجر به کشته شدن 241 پرسنل نظامی امریکا و مجروح شدن 128 نفر دیگر شد، دست داشته است. فؤاد شکر از سوی دولت ایالات متحده تحت تعقیب قضایی و در فهرست تروریستی قرار گرفته است. ایالات متحده امریکا برای دستگیری فؤاد شکر بیشتر 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. آنسوتر ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در یک نشست خبری گفت ما در حال تلاش برای به دست آوردن یک قطعنامه دیپلماتیک هستیم که به غیر نظامیان اسرائیلی و لبنانی اجازه بدهد که به خانه های خود بازگردند و در صلح و امنیت زندگی کنند. پاتل با تاکید بر اینکه حمایت امریکا از اسرائیل همچنان قوی و مستحکم است گفت ما قطعا می خواهیم که از هر نوع تشدید تنش جلوگیری کنیم. کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید هم بیدرنگ به همین موضوع پرداخته و گفته است که بدیهی است که ما از گزارش های موجود در آنجا مطلع هستیم
و ما این کار را به اسرائیل واگذار می‌کنیم. آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا هم حمله راکتی حزب الله لبنان که منجر به کشته شدن 12 کودک و نوجوان شده را محکوم کرده و گفته این حمله وحشتناک بوده و اسرائیل حق دارد که در برابر تهدیدهای شدید این چنینی که با آن مواجه است از خود دفاع کند. با درود فراوان به شما از پاریس گرم، خیلی گرم به شما درود میفرستم. پنجمین روز بازی‌های المپیک و اتفاقات زیادی افتاده، از جمله اینکه ورزش و المپیک سیاست رو عقب زدن، اونم در مسابقات پینگ پونگ بود که چینی ها اول شدن، کره شمالی دوم، مدال نقره گرفت، اولین باری که کره شمالی مدال میگیره و بعد هم کره جنوبی سوم. جالب اینه که بعد از این مسابقه ورزشکاران کره شمالی و جنوبی اومدن دست دادن و خیلی دوستانه با هم عکس انداختن. این عکس ها در کره جنوبی خیلی واکنش داشته، اما در کره شمالی خبرهاش نیومده و بسیار ظاهراً رهبرشون عصبانیه که این دوتا با هم اینطوری دست دادن. شیرجه در رودخانه سن مسابقه تعیین کننده دویدن، مدال تاریخی کاساندرا بورگراند فرانسوی در المپیک 2024، نخستین شیرجه در رودخانه سن بعد از دو روز که گفته میشد آب رودخانه سن همچنان آلوده به نظر میرسه، مسابقه سگانه مردان رو به عقب انداخته بود، مسابقه سگانه زنان برگزار شد روز چهارشنبه و در شروع مسابقه یک قهرمان پیشین پیشتاز بود، اما بعد یک فرانسوی کاساندر بوگراند شناگر در واقع شرکت کننده این ورزش سگانه که از شنا در رودخانه آزاد و دوچرخ سواری و دو تشکیل شده اومد پیشتاز شد و یک مدال تاریخی برای نخستین بار در این رشته برای فرانسه به دست آورد، 19 مدال، همچنین 6 مدال طلا. به حال کاساندرا بعد از قهرمانی المپیک گفت تا آخرش دندونهام رو روی هم فشار دادم، این طولانی ترین 2500 متر تمام عمرم بود. به حال شرکت کنندگان در رشته شنای سگانه مردان هم به داخل سن شیرجه زدن و جالبه که یک بریتانیایی به اسم میو یی مدال طلا گرفت و بعد لیو برگر فرانسوی برنز که مدال 19 فرانسوی ها بود. در حال حاضر در تابلوی ملت ها چین با 15 مدال 7 طلا اول، ژاپن 13 مدال 7 طلا دوم و فرانسه با 19 مدال 6 طلا در رده سوم قرار گرفته. وعده ما فردا در همین تلویزیون در همین وقت. روز و روزگار خوش.